از اونجا که من در انگلیس تحصیل کرده بودم، انگلیس برای من یک غربتکده نبود. من با فرهنگ این کشور و به طور کلی با فرهنگ های اروپایی آشنایی پیشین داشتم و درست برخلاف دکتر سعیدی که این آشنایی رو نداشت و چنین بود که دق کرد. و این رو، این چگونگی رو میگم برای که بگم یارانی از من که برای نخستین بار به غربت اومده بودند، دست کم در 2-4-5 سال آغازین بسیار بهشون سخت میگذشت تا سرانجام بتونند با این فضا سازگار بشن، زبانی بیاموزند و میهنکی ایرانکی کوچولو برای خودشون، ایرانکی دو زبانه البته، برای خودشون درست کنند. البته برخی از یاران من هنوز هم که هنوزه ایرانکیشون یک زبانه است، تک زبانه است. من با یکی که نام نخواهم برد در همین لندن چند سال پیش دیداری داشتم که متوجه شدم که شگفت و بعد از 15 سال هنوز ویلزدن گرین رو میگه ویلزدن گیرین. و گفتم که، پرسیدم ازش که تو انگلیسی هنوز یاد نگرفتی؟ گفت نه آقا، کی فرصت داره؟ گفتم آخه چیکار داری میکنی تو؟ رهبری داد بودن در مرکزیت یه سازمانی که دیگران جگر زلیخاست و هیچ کاری نمیکنه در اینجا، اینقدر وقت تو رو میگیره که حتی نمیتونی زبان یاد بگیری، پس اخبار رو چگونه گوش میدی؟ گفت نوام رادیو با من پیش و کنار رادیو میچینه و برام ترجمه میکنه. گفتم خب ازت میپرسم، تو رهبر اوی یا او رهبر تو؟ و از این گذشته دانش تو در این سالها چقدر بیشتر شده؟ در اینجا که چیزی به فارسی در زمینایی که تو میخوای در نمیاد، باید به انگلیسی بخونی و تو نمیخونی. به تو هم آدم با سال 57 هستی، یعنی تاریخ برای تو در اینجا تعطیل شده. گریهش گرفت، ولی خب کار با گریه درست نمیشه. باری در، البته این قربت برای من سودهایی هم داشته است، در این معنا که در کنار شعر نیمایی خودم یک بار دیگه روی آور شدم به شعر سنتی، چرا که یک با سانسور رو یارو نبودم و میتونم آنچه دل تنگم میخواهد بگویم، و دوم اینکه حضرت مولانا میفرماید چون سر و کار تو با کودک فساد، هم زبان کودکی باید فساد گشاد. چون سر و کار تو با کودک فساد، هم زبان کودکی باید گشاد. و سر و کار تو با آخوند هم که افتاد، باید زبان سنتی رو یک بار دیگه به کار ببندی. و این است که بعد دیگری در قربت به شعر من افزوده شده، شعر برهنه. حالا دلتون میخواد شعر ندونین اونا رو بگید نظم، ولی خب به هر حال کاری بوده است که به شعر نیمایی من افزوده شده است. البته من هنوز همچنان یک شاعر نیمایی هستم، چرا که بخش بیشتر آفرینش های شعری من همچنان شعرهای نیمایی است، اما در زمینه شعر سنتی نیز کارهایی کردم که برخیش رو بسیاری از یاران من و از کسان، از عزیزان من در ایران و بیرون از ایران بسیار میپسندند. به ویژه شادم از این که دانشجویان در ایران این گونه کارهای من رو سخت خوش میدارند. و اما برایند دیگری که این سالها برای من داشته است، این بود است که اولا به این نتیجه رسیدم که انقلاب ما پیشرس بود یا سزارین شد. به هر حال شد آنچه شد. و دیگر این که خطای بزرگ روشنفکران ما در زمان شاه این بود که مردمان خودشون رو خوب نمیشناختند. ما از آنچه در روستاها میگذشت به هیچ روی خبر نداشتیم و به ویژه چپ نو در ایران، چپ جوان،
دل خوش بود به اینکه در برخی از کارگاه ها هوادارانی در میان کارگران داره. خب این خوب بود ولی به هیچ روی کافی نبود و بدتر از این اینکه این چپ برنامه نیز برای حاکمیت در آینده نمی داشت. تز بگم ما این بود که تز فدایان این بود که فدایی به میدان می آید، جان فشانی می کند تا به مردمان ما نشان بدهد که نظام شاهنشاهی آسیب ناپذیر نیست. درست است که ساواک بسیار نیرومند است، درست است که ارتش بسیار نیرومند است، ولی می توان بهش ضربه زد و مردمان با از دیدن این ضربه دیدن های نظام و از این از دریافتن این که نظام آسیب ناپذیر نیست به هیچ روی دلیری خواهند یافت، جرأتشون بیشتر خواهد شد و خودشون کار نظام رو خواهند ساخت. خب بعد چی؟ دیگه به این پرسش پاسخی نداشت و از این نظر من براستی باید سپاسگزار باشم از اینکه چپ در ایران به فرمان فرمایی نرسید. اگر می رسید ما می تونستیم یه پورپوتیسم دیگری از نوع شاید بدتر از آخوندی در کار بیاریم، راه بندازیم. برایند دیگر این تجربه های 24-5 سال در غربت برای من این بوده است که در سوسیالیسم خودم نیز بازنگری کردم. میدونید انسانیت دو آرمان بزرگ داره، آزادی و برابری یا آزادی و دادگری. خب آزادی برای فرد بیشتر معنا پیدا میکنه، برابری و دادگری یک نمود اجتماعی است. جهان سرمایه بیشتر رفت به سوی آزادی برای فرد و به بهای قربانی کردن برابری و دادگری اجتماعی. جهان کار، جهان سوسیالیستی از سوی دیگه رفت به سوی برابری اجتماعی و دادگری اجتماعی به بهای فدا کردن آزادی فرد. این اون سوسیالیسم دیدیم که محکوم بود به نابود شدن و دیدیم که فرو ریخت. نظام سرمایه را هم که میبینیم همکنون در چه بحران عظیمی فرو رفته است. به گمان من سوسیالیسم آینده این دو آرمان رو با هم خواهد خواست، آزادی برای فرد و دادگری برای جمع. میمونه که به یادگار برای شما اون شعری رو که در انتقاد از خودم در خودسنجی سرودم براتون بخونم. ما مرگ را بر پیشانی این شعر سطری از یکی از شعرهای شاملو رو نوشتم. من مرگ را سرودی کردم. البته قصد در این قصد این شعر رد کردن سخن شاملو نیست، بهره برداری شاعرانه است از این سخن. ما مرگ را، ما عشق من همانا میراب کینه بود، ما کینه کاشتیم و تا کشت من به بار نشیند از خون خیش و مردم رودی کردیم. ما خام سوختگان زن آتش نهفته که در سینه داشتیم در چشم خیش و دشمن تنها دودی کردیم. ما آرمان ها من را معنای واقعیت پنداشتیم، ما نفرین به ما بوده را نبوده گرفتیم و از نبوده البته تنها در قلمرو پندار خیش بودی کردی و غایت زیان بود هر گاهی از همیشه که پنداشتیم سودی کردی. این گونه بود زیرا ما مرگ را سرودی کردی و زندگانی را بر سر گمراه من در رهگذار هرچه شود گوشو با گله سگان هرچه که پیش آید واگذاشتی. ما
زیباترین حقیقت را، عشق را، با زشتی همیشه ترین، با کینه تنها گذاشتیم. ما کینه کاشتیم و خرمن خرمن مرگ برداشتیم. وینگونه بود زیرا ما نفرین به ما و مرگ را سرودی کردیم. آیندگان بر ما مبخشایید، هر یاد و یاد بود از ما را به گور بینشان فراموشی بسپارید و از ما اگر به یاد میارید هرگز مگر به ننگ و به بیزاری از ما به یاد میارید.